بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه شنبه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی پرتغالی برای نخستین بار پس از انتخابات در آمریکا نسبت به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور درباره جنگ با تروریسم واکنش نشان داد وی still... در پاسخ به خبرنگار شبکه پی گفت برای ما هنوز روشن نیست که او چطور میخواهد این کار را بکند یا اینکه اصلا به وعدههایش عمل خواهد کرد و به همین خاطر هم برای قضاوت درباره او جانب اطمینان را نگه میداریم به ویژه اینکه او تا پیش از این هیچ وقت در یک جایگاه سیاسی قرار نداشته است با این حال اگر او بخواهد با تروریست ها مبارزه کند البته که ما هم به او خواهیم پیوست و طبیعتا همان گونه که با روسیه یا ایران یا با خیلی از کشورها متحد هستیم با آمریکا هم همراه خواهیم شد روسیه یکی از مهمترین متحدان دولت سوریه در بحران این کشور است و شارست با تاکید بر اهمیت این همکاری میگوید روزها همیشه سیاست های خود را بر پایه دفاع از ارزش ها بنا نهادند و تمامیت ارزی حاکمیت یک کشور قوانین بینون ملنی احترام به مردمان دیگر و فرهنگ های دیگر از جمله این ارزش هاست آنها به هیچ شکل در آینده سوریه و مردم این کشور دخالت نخواهند کرد. <applause> روسیه و آمریکا طی سالهای بحران در سوریه نتوانستند به توافق برای برقراری صلح در این کشور برسند